خبرهای دریافتی سعید شمس خطا صاحبکار و فعال شناخته توجیک که سالهای زیادی در روسیه بسر می برد و در این کشور حق اقامت داشت از حق اقامت در روسیه محروم گردانیده شده به توجیکستان اخراج کرده شده است. درباره سرنوشت بعدی او معلومات در دست نیست و مقامات حفظ حقوق توجیکستان نیست تو امروز در این باره یکان خبری نشر نکردند، ولی دوستانش از زمان تحت تعقیب مقامات امنیتی روسیه قرار گرفتن سعید شمس ترس داشتند که در صورت اخراج و استرداد به توجیکستان او را می توانند برای اظهار نظرهایش در شبکه های اجتماعی در آنجا بحث بگیرند. سعید شمس در شبکه های اجتماعی اساسا در فیسبوک از مقامات کنونی توجیکستان و همین طور از مقامات ایران و روسیه در مسائل مختلف تنقید و به اصلاحات جدی ساختار دولت و مبارزه بی‌امان با کرپسیا در توجیکستان دعوت میکرد. یکی از دوستان سعید شمس روز 5 دکبر سال 2022 به پایگاه خبری بامداد گفت بنا به اطلاع آنها سعید شمس را علکی از روسیه اخراج کردند و به مقامات توجیکستان سپردند. سعید شمس بار آخر با پایگاه خبری بامداد روز 9 نوامبر سال 2022 وقتی تماس گرفت که او را از بازداشتگاه مهاجران رو به اخراج برای بررسی پروندهش به دادگاه آورده بودند و او در بنای دادگاه برای مدت کوتاهی توانست به تلفنش دسترسی پیدا کند. او در یک صحبت کوتاه تصدیق کرد که فسب به زیدش پرونده کشوده است و در پایان ماه اکتبر او را از شهروندی روسیه محروم و به اخراج محکوم کردند. ولی سعید شمس آن وقت هنوز امید داشت که در دادگاه برنده می شود و از این رو خواهش کرده بود که خبر حبس و پروندهش رسانه‌ای نشود. مشکل سعید شمس با مقامات امنیتی روسیه چند سال باز ادامه داشت و او در این بین چند دفعه از جمله در سال 2019 و در اول سال 2022 نیز بازداشت شده بود. گفته می شود که فسب او را به نقض قانونهای روسیه هنگام گرفتن اقامت قبلا با استفاده از عین وسیله چند فعال دیگر توجیک از جمله کرامت شریف و عزت امان را از شهروندی روسیه محروم کرده به توجیکستان فرستاده بودند.